ارزیابی شما رو از مصوبه امروز مجلس میشنویم که لایحه حجاب اجباری قرار در کمیسیون رسیدگی بشه و نه در صحنه مجلس. چرا؟ سلام خدمت شما، مهمان برنامه و همه بینندگان این برنامه. بله، دو اتفاق همزمان داره میفته خانم شیرازی. این در واقع قانونی که وظیفه و تکلیف نمایندگان مجلس رو که به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، طبق یک شرایط خاص واگذار میکنه به یک کمیسیون محدودی که بتونن اون رو تصویب بکنن. اما مسئله مهمترش شاید عجله‌ای هست که نمایندگان مجلس در تصویب این موضوع دارن. یعنی با وجود این همه اتفاقاتی که در کشور ایران داره رخ میده، با وجود تورم و مسئله معیشتی مثل بنزین که همین پیش از این خبر ما شما بهش پرداختین، اما مسئله حجاب رو به عنوان یک مسئله فوق اضطراری دارن تصویب میکنن. دلیل این عجله در واقع اتفاقا مسائل دیگری هست که در کشور داره رخ میده. مسئله بنزین مسلما جامعه رو بسیار عصبانی تر از گذشته خواهد کرد. اون خشم ممکنه که بیرون ریخته بشه. از طرف دیگه ما قیمت نان رو داریم که در بسیاری از مناطق ایران 40% افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت بنزین و شرایط حمل و نقل هم به احتمال زیاد روی اقلام ضروری معیشت مردم تأثیر خواهد داشت. مهر و آبان در راه هست. در واقع جدای از این که ما به سالگرد انقلاب زن زندگی و قتل ژینا امینی نزدیک میشیم، مسئله بازگشایی مدارس و دانشگاه ها احساس خطر رو در حکومت ایران بالا میبره. بنابراین دلایل این که این طرح به یک کمیسیون محدود اون هم با این عجله واگذار شد، در واقع اتفاقات دیگری هست که به موازات داره در کشور ایران رخ میده. به شما برمیگردیم خانم امینی. خانم میرزایی اشاره کردن خانم امینی به اون هراس و نگرانی مجلس و از عجله‌ای که داره مجلس از بردن این لایحه به صحنه، به کمیسیون ویژه و نه صحنه علنی. این که این لایحه اساساً یک روال عادی تصویب یک قانون عادی رو پیش نمیگیره، به نظر شما دلایلش چه است؟ با درود به شما و خدمت خانم امینی عزیز. همونجوری که خانم امینی فرمودن، خب جمهوری اسلامی داره با یک عملکرد شتاب زده و ترس از این که خب قطعا این لایحه در نشست علنی سه‌شنبه 23 خرداد مجلس با 133 رأی موافق و 73 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه رد شد. بنابراین همون جوری که ما میدونیم با تورم افسار گسیخته‌ای که در جامعه الان ایران از سمت جمهوری اسلامی بر مردم حاکمه، از سوی نقل و انتقالات و اون گرانی بنزین، از سوی معیشت مردم، حقوق اون کمی که جمهوری اسلامی به بازنشسته ها و یا اون حقوقی که از سوی اداره کار برای کارگران و قشر فقیر جامعه که زیر خط فقر دارن به سر میبرن هسته، قطعا این نرخ افسار و سیخنه میتونه نقش بسزایی در کنار موج دوم جنبش تحول آفرین زن زندگی آزادی که جمهوری اسلامی متقاعبا فکر میکنه و مطمئنه که نافرمانی مدنی زنان یک بخشی از موج بزرگ براندازی که علیه خودش انجام میگیره، چه در دانشگاه ها، چه در مدارس و چه در بازار و سطح اجتماع، به خاطر این نرخ تورم امروز میاد. به خاطر اینکه میدونه اگر بخواد این لایحه رو در مجلس دوباره بگذاره، باید 2/3 نماینده های مجلس این لایحه رو تصویب کنن. همچنان که وظیفه نماینده های مجلسه که این لایحه رو به تصویب برسونن، اومده در یک عملکرد جداگانه اون رو به یک کمیسیونی واگذار میکنه که از نظر حسن نوروزی این کمیسیون باید باشن که قبلا رأی داده باشن، قبلا تفهیم اتهاماتی کرده باشن و قطعا باید کسانی باشن که طرفدار حکومت و برای اقتدار و عمر نظام تلاشی کرده باشن. بنابراین قطعا چنین لایحه‌هایی در جلوی دست چنین کسانی که سالهاست مردم رو شکنجه میدن، میکشن، زندانی میکنن و فکر میکنن شکنجه نوعی از حکومت
مردم و عدالت اسلامی جمهوری اسلامی قطعا در این کمیسیون اون زمان بندی که جمهوری اسلامی نداره، تا مهر ماه، تا سالگرد این خیزش و تا آبان ماه که سالگرد آبان 98 هم هست، قطعا جمهوری اسلامی با این فکر پیش میره که با جنبشی از دانشجویان روبرو خواهد شد، با اعتراض مردم و بازاری ها مواجه خواهد شد، با سالگرد کشته شده های این خیزش، خانواده های دادخواه و پشت سر هم، یعنی ما از بعد از 25 شهریور سالگرد کشته شده ها رو پشت سر هم داریم و همین الانش هم جمهوری اسلامی فشار رو به روی خانواده ها و مردم آورده. بنابراین اگر امروز سعی میکنه که این مسئله رو در یک کمیسیون که اون هم از اصول دین نیست، از فروع دین، یعنی حجاب اجباری جزوی از فروع دینه، میخواد که این رو هرچی سریعتر به تصویب برسونه. خانم امینی، شما اشاره کردین به طیفی از مشکلاتی که کشور باهاش مواجه هستند. چرا مجلس به جای تصویب و یا قانونگذاری در حوزه‌ای که اینقدر کشور بهش نیاز داره، وارد یک لایحه‌ای میشه که مخالفان بسیاری داره، به لحاظ حقوقی ایرادات بسیاری برش وارد هست؟ این عجله و اصرار مجلس برای تصویب به چنین لایحه‌ای به باور شما چیزی که خودتون هم بهش اشاره کردید؟ دلیلش این هست که این نمایندگان مجلس که نمایندگان طیف‌های مختلف مردم ایران نیستن، اینها افرادی هستند که از فیلترهای متفاوتی عبور کردن، از جمله فیلتر اقدام در واقع التزام عملی به فرامین رهبر جمهوری اسلامی و جزء اون بخشی، حتی جزء طیف سنتی و مذهبی جامعه نیستن، بلکه جزء اون طیفی از جامعه هستن که به این هسته قدرت متصلن و منافع شخصیشون، منافع حزبیشون به منافع حکومت جمهوری اسلامی پیوند خورده. بنابراین در این وانفسا اساساً اونها به این که مردم چی میگن، مردم چی میخوان، نه تنها توجهی ندارن، بلکه در واقع خودشون رو در یک نبردی میدونن که مردم در برابر حکومت ایران قرار گرفتن و در اینجا مثل در واقع مبارزانی هستن که دارن به جنگ مردم میرن. بنابراین اساساً نمیشه ازشون انتظار داشت که در چنین شرایطی بیان ببینن که نیاز مردم چه هست، مشکلات جامعه چه هست. در واقع پرداختن به این مسئله، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مسئله الان دیگه فقط حجاب نیست. اگر ما 3 سال پیش، 5 سال پیش حرف می‌زدیم در مورد حجاب و می‌گفتیم هویت جمهوری اسلامی به خاطر اسلامی بودن قوانینش و شریعت حاکم به مسئله حجاب پیوند خورده، امروز دیگه واقعا این مسئله یک مسئله کاملا امنیتی هست، یک مسئله هست که اجازه میده به حکومت که خیابانها رو زره پوش بکنه، سلاح پوش بکنه، اجازه میده که خشونت رو در محافل عمومی پیاده بکنه، اجرا بکنه و از طرف دیگه به بهانه حجاب میتونه سرکوب رو در واقع در همه جوانه به جامعه پیاده بکنه. بنابراین امروز مسئله حجاب فقط مسئله خود حجاب در قانون هم نیست، اگر نه اصلا روزومی نداشت که این چنین قانونی بره در حالا مسئله علت عجلش رو در موردش صحبت کردیم. ولی شما تصور بکنید در این کمیسیون الان قراره که در مورد چه مسائلی حرف زده بشه؟ آیا جدای این هست که اونها باید بگن کشور در آستانه انفجار هست و ما نیاز داریم که بسیج رو، سپاه رو در خیابان‌ها مستقر کنیم؟ آیا جدای این هست که اونها میگن بنزین قراره افزایش پیدا بکنه و مهر و آبان در راه ماهایی که شرایط بر سیاستمداران ایرانی مسلماً به دلایلی که گفته شد بسیار تنگ خواهد شد، اینکه میزان نارضایتی مردم از تأمین معیشتشون، معیشت روزانهشون به شرایطی افتاده که اونها رو در آستانه واقعاً یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی سیاسی با هم قرار داده. بنابراین قاعدتاً نمایندگان مجلس باید راجع به این مسائل صحبت بکنن. خب طبیعیه که اونها در این شرایط امکان این که بتونن اینها رو علنی بیان بکنن ندارن. از طرف دیگه سوگیریشون باید به سمتی باشه که مردم روبروی اونها هست. بنابراین اینها دلایل مخفی نگه داشتن موضوع و عجله کردن براش. خانم میرزایی، آیا تصویب نهایی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون ویژه میتونه برای زنان ایرانی که خواستار انتخاب آزادانه پوشش هستند بازدارنده باشه؟
ببینیم قطعا نمیتونه. ما تجرباتی که از این چند ماه گذشته لااقل داشتیم و اون تصویری که از اجتماع الان ایران در شهرهای ایران در کلان شهرها ما داریم میبینیم، نه تنها از زنان بلکه جوانانی که پسرانی که حتی پوششی که قبلا هم جمهوری اسلامی اجازه قبل از این خیزش اجازه اون پوشش را هم به اونها نمیداد. به عنوان مثال ما میتونیم به پارک و کارها یا پوشش هایی که نسل تینیجر امروز خیلی مایل به استفاده از اون هستند. بنابراین همچین لایحه هایی که بخواد زنان رو و جامعه جوانی که الان روبروی جمهوری اسلامی ایستادن رو به عقب برونه و بخواد از طریق این همونجور که خانم امینی گفت اون ترسی که میخواد با رعب وحشت و سرکوب بر جامعه قبل از شهریور ماه و مهر ماه و آبان حاکم کنه، قطعا میخواد که این پیشگیری قبل از درمان رو انجام بده. بنابراین در زمانی که ما میدونیم که در فرهنگ جامعه ما همیشه اون حجاب ها با حجاب ها و بی حجاب ها کنار هم زندگی کردن، فرهنگی که از بعد از دوره قاجار اجباری نبوده، یعنی توی خانواده‌ای بوده که مادری حجاب داشته ولی دخترش حجاب رو نخواسته که رعایت کنه، یا در بعد از انقلاب 57 اون دوگانگی نوع زیست مردم که در اجتماع باید یک لباس اجباری یا یک حجاب اجباری داشته باشن ولی در داخل خودشون در مراسمات خودشون این حجاب اجباری وجود نداشته، اگر کسی خواسته حجابش رعایت کنه رعایت کرده. بنابراین همزیستی مسالمت آمیز و احترام به هم در جامعه ایران برای با حجاب ها و بی حجاب ها همیشه وجود داشته. این غیر همزیستی و اون ناهنجاری که الان در جامعه ما بینیم از سوی آمران جمهوری اسلامی و عاملین حکومتی. بنابراین مسئله چون لایحه های عفاف و حجاب، سرکوب و یا رعب و وحشتی که میخوان به جامعه تزریق کنن قطعا نمیتونه مانع این نافرمانی مدنی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی بشه.